رادیو همراه بفرمایید. الو سلام آقای دکتر. سلام، شما رو خط بودید؟ کجا بودید خانم؟ من فکر کنم من نبودم، من هی سلام میکردم شما من نمیشیدین، احتمالا یه نفر دیگه بودن. من الان بفرمایید. ممنونم از شما. من دو تا سوال کلی دارم از شما، اگر حالا تا جایی که فرصتتون اجازه بده. یکی اینکه میخواستم ببینم، چون شما گفتین خیلی مهمه که ما به بچه ها چطوری راجع به مرگ حالا عزیزانمون، حالا هر کی که هست، توضیح بدیم. من میخوام ببینم مثلا وقتی یه نفر چیه فامیل، حالا چه دور یا نزدیک، اگر بمیره ما چطوری باید برای بچه توضیح بدیم اینو. و یکی هم نصب کن آخه یه سوال ازم. بچه میتونه از یک ساله باشه تا مثلا 15-16 سال. دوم نصب کنید. بعد از اون برمیگره به این آدم کیه و چه نقشی داشته. برخی از وقت اصلا بسیارم نزدیک ولی اصلا ندیدتش. بنابراین به جای اینکه بحث کلی مطرح کنید، چند تا بحث کلی، همیشه باید به بچه ها گفت که اون آدم مرد، تموم شد. یعنی به هیچ وجه بازی و اینا نداریم. به تدریج میگیم، ممکنه توی یه روز یا دو روز که مریض مرده، اینو به صورت کلی اگر لازمه. بنابراین باید واقعیت رو گفت که فوت کرده، مرده دیگه نیست. حالا بریم سراغ موضوع و مورد خودتون عزیز. نه من همیشه این من چون خودم پدرمو توی بچگی از دست دادم، قبلا هم باهاتون صحبت کردم و خیلی با مسئله مرگ مشکل دارم و شما به من گفتین خیلی مهمه که چطوری به بچه‌ها گفت. الان همیشه فکر می‌کنم اگه یه موقع مثلا مادر بزرگش یا مثلا پدر بزرگش فوت بکنن، از الان میخوام آماده باشم که بدونم چی باید بگم. چون اصلا موضوع برای شما اینقدر مهمه، بیاد فرض کنین که بچه‌ای باشه که حتی با پدر بزرگ و مادر بزرگش هم در ارتباطه. بعد پدر یا نه اینکه نیست، مثلا هفته یه دفعه هم بیارم اینا، پدر بزرگ مادر بزرگ مرد، شما وقتی یه به بچه بگید که متاسفانه پدر بزرگ مادر بزرگ فوت کردن، مردن، هر جوری که هست، و بعد دو دقیقه بعدش هم بگید میخوای بریم مثلا بیرون، خب اگه بعد دوباره سراغشون رو بگیره مثلا بعد اونم هی بعد میشه صبر کن، میشه صبر کنه. بله حرف شما این است که مرد، بعد از یک دو سه دقیقه هم بهش بگید پاشو بریم بیرون، مثلا من یه خریدی باید بکنم، بعدم میریم یه بستنی فروشی بستنی میخوریم. بذارید به شما میگم، از 10 تا بچه 4 سال نیم یکیش هم بعدش یاد مادر بزرگ و پدر بزرگ فوت کرده نمیاد. اما روزی که فرض کنید نشسته دلش بخواد شما بهش بستنی بدی و فکر کنه که شما نمیدید، میگه دارم برای مامان بزرگ تنگ شد، بلکه بازی در بیاره بستنی شد. یعنی اصلا موضوع برای شما اینقدر مهمه. مسئله اصلی اینه که با از دست دادن عزیزان چه تغییری که بد و منفیه در زندگی ما اتفاق میفته. یعنی اگر بچه هرچی رو داره با از دست دادن هر کسی همه رو داشته باشه یه ذره بیشتر، معمولا تا سن 6-7 سالگی اصلا اهمیت نمیده. 8 سالگی بعد به دلیل اینکه مقدمات عقل وارد سیستم شده، گذشته و حال آینده به هم مرتبط میشه و بچه بیش از همه با مسئله احتیاج و نیاز و با نبودنش درد و مرگ روبرو میشه، مرگ عزیزان این که زندگی او تحت تأثیر اوناست، مثل پدر و مادر یا طلاق، بچه رو بین 8-12 به هم میرسه یا 13، بعد از اون کم اهمیت میشه، برمیگرده به رابطه شخصی که وجود داره. بعضی سنی به بعد یه خبره که بسیار از اوقات بچه ها فکر کنن باید خودشون رو غمگین و ناراحت نشون میدن، نشون میدن ولی واقعا نه غمگین نه ناراحت. من خودم 5 سالم بوده پدرم از دست دادم و احساس میکنم حالا همین الانش که من اصلا نمیتونم، یعنی این که یعنی اگه تصور این که الان یه موقع مامانم یا مثلا پسرم همسرم یه کاریشون بشه، حتی فکرش من احساس کنم از پدرم، یعنی اصلا مردنه. خب که شما حالتون خوب نه. نه آخه مسئله به 5 سالگی شما مرتبط نیست عزیز. موضوع نیست که در 5 سالگی و 6 سالگی 7 سالگی شما چه گذشته. دوم شما از این چقدر استفاده کردید، دوربینی ها باش چه کار کردن. اگر یه فرض بفرمایید که گفتید مادر رو از دست دادید؟ نه پدرم. پدر اگر مادر شما یه کسی بوده که صبح و غروب به بهانه نبودن بابا تو من که اون بازی در می آورده، معلوم آسیب شما رو 100 برابر کرده. ببین به بقیه چه ارتباطی داره. مسئله بسیار روشنه عزیز. برای بچه ها بیا تو قبل از 6، مسئله مرگ عزیزان فقط مرتبطه که نیازهاشون به هم ریخته در جهت ارضا یا نه، اگه همه اونا وجود داره نه.
آیا دوربری ها مسئله درست کنم؟ بله. شما بیاید از دستر به خاطر مرگ کسی گریه و زاری کنید، ده برابر آسیب و افزایش میدید. بیاید وانمود کنید که با رفتن او چه بلاهایی سرتون میاد، گرفتاری به وجود میارید، در حالی که اگر چرا گفتم اگه بچه بپرسه کجا رفته، مثلا این پسر من همیشه میگه سب کنی سب کن خانم، مگر ما میدونیم کسی که میمیره کجا میره که میخواید به اون جواب بدیم؟ نمیدونم پسرم، نمیدونم. بچه هم ویل میکن چهار دفعه دیگه هم میگه مثلا خواهی دکتر حد راجب چیزایی دیگه هم مثلا میگه مامی مثلا دایناسورا مثلا ریل هم مثلا من میگم بودن ولی دیگه نیستن، حالا مثلا دای شدن، نسلشون مقرر شده، هی میپرسه یعنی چی دای شدن، بعد مثلا میگه الان من خودمو دای میکنم، بعد خودشو تکون نمیده، بعد میگه وقتی یکی دای میشه کی بعد ببریمش بیمارستان که دوباره خوب بشه، این چیزای اینطوری هیچ اصلا مهم نیست. شما کودکانه جوابش هواپیما چرا میره بالا، بادکنه که تو میره بالا اون میره، چرا شما فکر میکنید باید جواب بدید؟ برو بزن این پرسشا رو هیچ کسی تو دنیا پاسخ نده که شما دنبال جواب بشید، ما چه کار کنیم؟ من فکر می‌کنم اینو بگم که مثل خودم بعدم بلایی که سر خودم اومده اگه چیزی شد. نه بلا سر شما آوردن به خاطر همون حرفای بیخودی که زدن. اوکی. می‌دونید برای که اونها حرفایی که نباید می‌زدن، ظاهر این است که خیلی ساده است مرده. بعدم ببینید حرف این است که متأسفانه مرده. آره. بعدم مثلا ناراحت میشه. شما خودتون ناراحت نکنید وای چه بلایی سر اومد، چه بدبختی. خب گرفتاری. نه مثلا اگه بگید مثلا منم همینطور، منم همینطور آی میسر تو. ای کاش که بود. یعنی شما هیچ چه خراب نمی کنید ولی فکر نمی کنید که باید یک داستانی درست بکنید که بچه فکر کنید چه اتفاقی افتاده. ببینید مسئله مرگ واقعیت، اولا بچه ها قرار نیست از قبل باش آشنا کن، دوم وقتی اتفاق افتاد راحت و آسوده بشکیم. کی میگه؟ کسی که آرومه، نه کسی که شروع کنه عرعر کردن و بعدن زار زدن و چه بلایی و از سرم که بچه فکر کنه چه اتفاق بدی افتاده. بعد اینه که فوت کرد. میدونید یعنی یه جوری که مثل که چیزی نشده. دوستی میگه به پسرم خواستم توضیح بدم که با بزرگ نمرده هست و اونجا جاش خوب هست و خوش خوبی بیار و یه چیزایی که میخواد هست و اینا، پسر برگرد خب ما بیام بریم پر با بزرگ. به همین سادگی یعنی فهمیدم خیلی تبلیغات برای اون دنیا کردم که خب نباید میکردم. بنابراین یه اندازه‌ای ولی موضوع ببینید عزیز، شما اگر خیلی مهمه از هر جهت مهم و بزرگ جلدنید برمی شد. یک، من سخت با تا پتا 15-16 سالگی با مراسم تدفین و اینا مخالفم که بچه ها رو بریم به هیچ وجه. مجلس یاد بودی که توش خیلی گریه و زاری های عجیب و غریب نیست، بچه چند دقیقه میتونه بیا تو بره که ببینه مثلا عزیزش مرده، یه دم آمدن و یه جوری متفاوتند و بره، خیلی عادی، ولی نه یه جایی که خیلی شیون و زاری است. اگر اینا هست قرار نیست بچه باشه، بچه قرار نیست با این واقعیت در دوران کودکی آشنا بشه، هیچ کمکش نمیکنه، فقط وحشت زدش میکنه و ناراحتش میکنه، غمگینش میکنه و حتی خشمگینش میکنه. بنابراین قرار هم نیست بهش اونقدر حرف بزنیم، هرچی کمتر گفتم اینه چرا هواپیما میره بالا مثل بادکنه که تو میره هوا، حرف بی‌معنی است، در حالی که از این طرف هم درسته، ولی ماجرا تموم میشه میره. یه کاری باید کرد که این موضوع مطرح نشه، برام داستان تعریف نکنیم. بعد وقتی مهمونا ببین دیروز میگفت من مثلا فلانی رو میس کردم یا چرا مرده، بعد بچه میکنه او پس با مرکز الان صحبت شدیم و دفعه دیگه میاد باز دوباره میگه چرا مرده، من ای میس، حتی سر یه چیز دیگه. ببینید بچه ها اون چیزی که مهمه براشون رفع احتیاجات نیازها خواسته هاشونه که اونه که 99% رابطه است. برای اونا چیزی اگر ما بگیم که با مرگ یه آدمی این چیزا به هم ریخته عوض شده، یا مثلا میگیم دیگه نمیتونیم بریم خونه با اون بزرگ، دیگه اونا نیستن اونجا، اینا غلطه. یعنی اینا در حقیقت اصلا، یعنی اینا که ما خودمون برخی از وقت دوست داریم بگیم برای که خود دل خودمون رو بسوزونیم گریه کنیمه، چون ببینید ما برخی از وقت از خود مرگ گریه نمی کنیم. آره جوان بود، مدرسه‌اش داشت تموم میشد، ببین رفته بود میخواست بره خونه بخره بیچاره. خب مثلا اگه بگه مثلا بریم خونهشون یا باید آخر بگه عجیب مردن نیستن عزیزم. من که از اول عرض کردم به بچه راحت و آسوده، گفتم به تدریج، نه اینکه یه رفع دقی. من فیلن است که برم مریضه، حالا گفتنم شاید پسرم بمیره،
بعد از دو دقیقه بعد میشه گفت مثلا این تلفنی زنگ میزنه میگه آره مثل که مرده. ولی اگر شما به کارتون ادامه بدید، اگر این ظرفا رو میچینید بچینید، اگر قراره نهار رو بیارید بیارید، بچه هم متوجه میشه که خب همچین موضوع مهمی نیست. چون نباید موضوع رو مهم جلوه داد، نباید دل بچه رو سوزون، نباید بچه رو به وحشت انداخت، نباید بچه و بعدم دور بریا قرارش از از فلوس رو استفاده نکنن. چون من مطمئنم در زندگی شما ای بسا صدها بارن همه آدم ها بخاطر این که من مارو سر مراسم بردن و من هنوز اون روزا یادمه و همین که شما میگین شاید من همه اون روزا جیغ و دادا یادمه هنوز بعد از این همه سال، شاید اون آسیب بوده واقعا. نه دیگه اونقدر موضوع مسئله نیست، یعنی اگر بله ما هم اهمیت ندیم اهمیت نمیدم. مثل طرفی بود که گفتن برو به این آدم بگو که فرض کن پدرش مرده که چنین شام بشه، نه به کسی گفت من میرم بهش میگم. رفت گفت وقتی اینشتین مرد پسرش گریه کرد. خب اون بیچاره چی بگه؟ گفت وقتی که نمیدونم موزارت مرد پسرش گریه کرد، وقتی نادرشاه مرد پسرش گریه کرد. گفت اون آدم خوب گفت خب نه 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 گفت خب بابای تو هم مرد که مرد دیگه، که بابای تو که کسی نبود بنابراین تو هم بی خودی گریه نکن. تعجب نکنید، این بهترین راه گفتگوست. برای که موضوع مثلا من شما چیز بگم عزیز، ماجرای مرگ وقتی است که حالا به دلیل کودکی یا حس و باوری پیدا میکنیم یا به دلیل اعتقادات مذهبی که مثلا میریم اون دنیا چه بلایی سرمون میاد، چون فکر نمیکنم که بهشتی باشیم، همه معتقدیم که همه گناهکاریم، همه جهنمی هستیم. اونا رو اگر بذارید کنار، مسئله اصلی و اساسی فقط رفع احتیاج و نیازه. به همین جهت که فرض کنید در کتاب میدونید یه مکتبی از نظر علوم سیاسی است به اسم ماکیاولیسم. ماکیاول یک نویسنده است که کتاب می‌نویسه به اسم پرنس، شاهزاده، برای راهنمایی یکی از این شاهزادگان اروپا. و این کتاب نشون میده که انسان‌ها چگونه موجودی هستند. یکی از اون حرفایی که میزنه اینه که اگر پدری رو به عنوان پادشاه، به عنوان حاکم کشتی، بچه‌ها مرگ پدر رو فراموش میکنن، ولی اگر اموالی که مال اون هست رو، مال پدر هست رو، به تساوی و اونگونه که هم انتظار دارن بینشون تقسیم کنی بهشون بدی، مرگ پدر رو فراموش میکنن و موضوع منتفیست. ولی اگر اموال رو بهشون ندی، نه مرگ پدر رو و نه بیشتر اموالی که ازشون گرفتی رو فراموش نخواهند کرد. به همین جهت که ماکیاول کسی است که میگن کتابش هم زیر سر هیتلر بود، هم موسولینی بود، هم کسان دیگری. یعنی اصلا یه دی با این زندگی میکنم. برای که اگه این کتاب پرنس یا ماکیاول رو بخونید باورتون نمیشه که چه توصیه‌ای به حاکم داره. برای که اصلا مسئله اصلی و اساسی قدرت و استفاده و سوء استفاده از قدرته. در اونجاست که واقعا به نکته اشاره میکنه که از نظر علمی تایید شده. مردم مرگ عزیزانشون رو فراموش میکنن، اموال از دست رفته به خاطر اونها رو، احتیاجات برآورده نشده رو نه. و به همین جهت است که مطالعه رو بچه‌ها هم نشون میده که چرا عرض کردم بهش بگید بیا بریم بیرون، بریم یه چیزی با هم بخوریم که بعدش هم یادش بیره. بعدم هر زمانی که حرف میزنه غالب اوقات بهانه است، وقتی ببینه از این طریق میتونه شما رو قلاب کنه که بچه‌ها ول نمی‌کنن. بچه‌ها حق بازترین موجودات روی زمینه. من همیشه گفتم خدا رو شکر ما بزرگ میشیم به حق بازی کودکیمون نیستیم. اگر من همون 4-5 سال میموندم دیگه چی میشد؟ بله بله واقعا خیلی حق بازی. آقای خیلی ممنون ازتون. من یه سال کوتاهی دیگه هم دارم راجب خدا چی باید بهشون بگیم. الان یه چند هفته میاد میگه what is god. من اصلا نمی‌دونم. بگه خدا اون، اگر باور دارید خودتون، خدا اونی که ما رو خلق کرده. من نمیدونم عزیزم، حالا بزرگتر بشی با هم حرف بزنیم. باز بعدم بیام که مثلا آقای دکتر من یکی دو بار گفتم مثلا خدایا ازت متشکرم چه پسر خوبی اینا، بعد حالا شروع کرده خوب خدا میگه دیگه. آخه خدا اون رو نداده، مطمئن باشید یه شب یا یه روزی با همسرتون درستش کردید. خدا چه ارتباط داره؟ من نمیدونم چه رومانان بچه ها رو گردن خدا میندازیم، انگار تو این کار دخالت داره. نه میدونید این حرفا رو تو خود نه 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 بس نکنید. آخه انرژی هم نیست، برای اون حرف مفت بیمعنی است. حرف برای تو زنید که خدا نمیدونم عزیز. منم چند دفعه پرسیدم، خیلی هم بود، از عموتم پرسیدم، از معلم هم پرسیدم، گفت نمیدونم. نگران نکنید خودتون. باید بینید دو تا چیز پدرم در ایرانی نمیخوان قبول کنید. یک، ما باید بگیم نمیدونیم، و دوم نمیتونیم. به بچه از این اصلا آسیب نمیبینه. وقتی کار خراب میشه که بگیم میدونیم و میتونیم، اون موقع است که بچه فکر کنه فاصله اش با ما زیاده و آسیب میبینه. نمیدونم، عقلم نمیرسه.
حالا بذار بپرسم، بخوای از بابات هم بپرس، بعد همسرت هم میتونم برم نمیدونم نه. خلاص میشه میره، اونم بل میکنه، برای که مینه از این طریق نمیتونه بستنی بخواد، چون گفتم اونم دنبال بستنیشونن و دنبال پیتزاشونن، دنبال عرض کنم خدا هم نیست، همونطور که بقیه هم نیستن. میدونید که پیز یکی از بزرگترین جامعه شناسان قرن 19 امیل دورکایم مشخص میکنه که اصلا مردم در طول تاریخ نه خدا شناس بودن، نه خدا پرست بودن، نه خدا ترس. مردم پرست بودن، مردم شناس بودن و مردم ترس. بنابراین اصلا بحث حتی تو بزرگ سالا هم جایی گفته بود. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد. ممنون آقای دکتر. فقط یک سوال. نه باید برم متاسفانه. نه دیگه جان. فقط یه آره یا نه خواهش میکنم. جان. شما الان تو این سن دیگه اوکیه من اگه باش تنهایی مسافرت برم ایران، الان 4.5 سال شده. چون اگر دوری از پدرش برش مسئله نیست اصلا موضوعی نیست. ولی اونجا دست کسای دیگه ندیدش. لطفا. نه با خودم. آره. آره. باش. ممنونم ازتون آقای دکتر. خیلی ممنون.